اگر عاقل باشی با پای خودت بیای، مگه نه بچه ها؟ خیلی خواب، من دختره میبرم، شما تحتیه پیری رو بدین، خلش هم بیادین. باشه خیلی خواب. باشه ببین کی اینجاست؟ امرو چه اقبالی داریم ما؟ باز دوباره زیارتت کردیم آقا یوسف. جب اومد، به دادمون برس، نجاتمون بده. سر برو بگی بخوا، دعوا خانوادگیه. دروغ میگه، دزد ناموسه، آقا جونمو کشتن. تو هنوز دست از این کارات بر نداشتی؟ تبلایی راست میگه، تبلایی کشتنش انگار. تبلایی این ناموسی کم بود، خونه مظلوم بیگناه اومد روش. آقا یوسف تو قاطی نکن، اصلاحیت نیست، امر امر مفاجاته. با اجازه صاحب اجازه، اینکه کی و چه کار است تو رو سننه، با تو از گینه دراسر نکن، واسط باسوس داره، بعد جور و ناجور. من میگم که گفته باشم، خبرشو دارم، آدم خودت هم که باشی غنیمت چرب و چیل تخص میکنی با صاحب منصبا. امر مفاجاتم سگناله دل وامونده خودته. زنده سنگار آدم نمیشه. خدایا کمکم کن، نذارم حرمت این ضعیفه رو بشکنم. خونت حلال شد یوسف، تیزی هم که ندی، ننت ازت گرفته دستت نبری، زبون باز کردی. خرناشو یوسف، مادرش هم مثل تو یه گنده پشت قضیه هست، خونت حلال میشه. بهتر از اینه که بابتی چشم بستم به این بی‌ناموسی حروم بشه. نگی که نگفتم ها. گفتی؟ خوبم گفتی. آقا جلال، آقا جانا، نفسی کنا، این دفعه که بگیرن بعد جوری پاپی او میشه. خیلی خوب، خودت خواستی. میگم میخواستم کارم بکنم، یوسف نذاشت. ببین تو الان کلت پرباده، ولی اگر خواستی با شاخ گاو در نیفتی پیغوم بده، خودم بیام دختر را تحویل بگیرم ببرم. و سلام هری. کمکمون کنی کبلایی. خدا رو شکر زنده است. یوسف آجانا دارن سر میرسن، چیکار کنیم؟ تو برو آجانا رو دست به سرش میکن، تو من رو یه جای قایمشون کنم. کجا میخوای قایمشون کنی؟ با یه جایی پیدا میکنم، تو برو ده. داره میمیره. خوبی دخترم؟ الحمدلله شکر خدا، این جوو مردا نجاتم دادن. انشالله که خیر از جوونیت ببینی. پدر جون خودت هم یک کمکی بده تا ببرم از خونه حکیم باجی. نه پسرم، هیچ فایده ای نداره، فقط گوش کن ببین چی میگم. اسم این دختر تو باست و امانت به دستت میسپارم، براش بزرگی کن. اگه که تو کاری نداری، عمویی، عمه‌ای، خاله‌ای، اون تو این دنیا هیچ کسو نداره غیر از خدا، پناهش بده. عجلم رسیده، بذار راحت بمیرم. لا اله الا الله، یعنی هیچ کسو کاری نداری؟
نظر دستم از گور بیرون بمونه، فقط پناهش بده، ایشالله خیر از جوونت ببینی. میمونه فقط یه چیزی، تو با حلالم کن، شیطون کنم زد پا رو حق گذاشتن، فقط قسمت میدم که حلالم کن. فقط قسمت میدم که حلالم کنی. 17 سال پیش عمو با تو بینم اینو، خدا رحمتش کنه. ناحق و ناروا تو چه هچلی افتادیم و حالش بده بره. آجانا دارن میان، حواست جمع کن دختر. تو دخترم اومی بیدم که ابلای کازم باباته اسمشم اسمو دونو بیدیم کش کن، میگیم تیفوس داشته علکی. آجانا از تیفوس میترسن، مواظب باش خرابش نکنی ها، که اون موقع مشتمال حسایی به جفتمون میدن. مرده؟ چیکارش کردین؟ این عمو خدا بیامرزنه عمرش داد به شما، خدا لعنت کنه باعث بانی این حکومت نظامی رو. دکتر خبر کردیم ولی ترسید بیاد، خودمون کمک کردیم ببریمش یه جایی که عجل عمونش نداد. دخترمو بی کس و کار شدی، پسرمو بابات نموند که عروسی تو ببینه. ده یالا تو یه کارو بابات مرد و یه گریه. بابا چرا مردی؟ بابا بیدار شو، تو نفله فکر کن بابا رو از رسیده. بابا بابا چرا مردی؟ چرا دارم گذاشتی؟ حالا من جواب للمو چی بدم؟ نمیگه آخه بابا تو زنده مردی مرده برگردوندی، جواب عموامو چی بدم؟ بابا 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 بیدار شو بابا بیدار شو، چشمتو بکن، تو باید عروسیمو ببینی، تو باید ما رو دست به دست هم بدی بابا. آخه چرا مردی؟ یه حال به کنش کن را بیافت. یعنی نشه بریم شهروانی؟ قانونه مرده زنده نداره، حالا چهش بوده؟ تیفوس داشت. تیفوس؟ از کجا میدونی تیفوس بود؟ حکیم باجی گفت. واسه خودش گفته، اون که دکتر نیست. بابا حکیم باجی از دکترش هم آزق‌تره. معرضش این نبوده. به خدا گفت تیفوسه، به این شبای عزیز گفت تیفوسه. آره خب بس، ببرینش هم آمزده عبدالله. چجوری؟ کولت کن، عموته. آخه تیفوس داشته، تا حالا هر چی میخواسته بشه شده، تا اینجا چجوری آوردینش؟ بگی بالا تو منگو بجنبی، یاله دست بجنبونی. اصغر کولش کن بینم. اول تو کولش کن، اون پسرش حال روز خوبی نداره. آره حال روز خوشی ندارم بابا. یاله کولش کن اصغر، بجنب دیگه بابا. من میدونم تو آبجی بی بابا شدی. اقلا یک کمک بجنبونی. یاله بابا 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 هم چیزی که کنیم این بابا شد برو رفتیم همون.
آره جمامه مادر جیدم صدق الله ولی رزا خدا رحمتش خواهر خدا بیا مرزدش حالا جمامه مادر چی بدم ما باشه رفتی هم چی شگاه کنیم این ما باشه هم چی حالا تنهی شگار کنیم امو آی امو شگار کنم امو جان دینار شما آی امو 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 آجان رفت آجان رفتش خدا رحمتش کنه نور به قبرش بباره بابا سامزا اون یکیه ای بابا آی خدا بابا چیکار کنم آقا این چه بلایی بود سرمون اومد آبجی اصخار اصخار مرده شور تو ببرم اصخار آجانه را بسرمو بی بابا شدم بی بابا شدم بسرم چی کار کنم خدایا شکرت کرور کرور شکرت راحت شدی به این میگم بچه این ناخلف یه رو بنیست من با باشه خواه کرده ما خوب بود خوب زیاد در آوردم خیلی پایینیم دیگه به خیر گذشته نه آره خیلی خوب بود یوسف چیکار میکنی؟ تیارتی نشونه بده گفتم خوب تیارت درارم باورش میشه دیگه دست درد نکنه تو آخر خدا نزن خدا نزن خواهر پس تکلیف ما چی میشه؟ یک ساعت قبل کندم قرآن خوندم ای بابا پس پول ما چی میشه؟ سلام نمیگی دلم شور میزنه اونم تو این هرکی هرکی رو بگیر و ببند از غیرت شما ننه یه کز و کورت بعد بره صف وایسته برای قاطق شکم کارت خوردت پام ناکار شد خی یوسف تو کی میخوای آدم شی کی میخوای سر براشی بابا یه نگاهی به این سر و وزنمو بکن بعد بگو دیگه خدا مرگم بده باز تو پهلوون بازیت گل کرد آخه بابا مگه این خراب شده امنیه نداره که تو شدی وکی وسیع مردم آشولاش شده الهی بگم عزیزت بمیره گفتم صبح باید برم نعش آشولاش تو از تامیناتیا بگیرم اسمش توباس بی کس و کاره مهمون ماست سلام تو که دستورت رو شستی نشستی چی رو نگاه میکنی؟
پاشو بریم اونجا بشین. حسن خدادادی رو حاجت به مشاطه نیست. ماشالله. هزار ماشالله. قرص ما حسودیش میشه به این همه بر رو. الله اکبر. پاشم برم اسفند دود کنم که چش نخوری. البته من و یوسف چشممون شور نیست. خب پاری وقتا خودی بلاش بیشتره. حالا یک کلوم حرف بزن صدات هم بشنوی. نکنه زبونم لال زبونت شیرینه؟ نه خیر، خیلی هم زبون دارم. خوشم باشه. اولدروم بولدرومی هم هستی. خیلی خوب. حالا به هم بگو ببینم از کجا اومدی؟ کجا میری؟ چی کار میخوای بکنی؟ از جهنم اومدم میرم به درک. ببین تو با خانم خسته‌ای، درمونده‌ای، هنوز از راه نرسیده، پی جماعت نامرد به تنت خورد درست. ولی بهت بگم تو اینجا مهمون نیستی، تاج سری، همونطور که یوسفم سفت و سبر پای ناموست وایستاد، همون قدم من پات وای میستم. به شرطی که کم و کاست ازت ندونم، که اگه یه روزی یه نفری اومد پشت در و مدعی شد که بردین و دزدیدین دختر مردمو، جلوش در بیام بهش بگم حرف مفت میزنی سنار نمیارزه. حالا هم نمیخوام چیزی بگم، خسته ای. بریم بخوابیم. من خواب نمیخوام، مرگ میخوام. نگو مادر، خدا قهرش میگیره. هنوز دو سه ماه نشده که ننه بابامو گرفت ازم، حالا خودمو کرده آواره و در به در و بی کس و کار. کبلایی هم که الهی خدا بگم ازش. بگو خدا رحمتش کنه. تو دل شکسته ای، حرفت نافذه، دیگه هم از این حرفا به زبونت نیار. اون کبلایی که مثلا همه کسم بود، از ناکس بدتر بود. دست بسته آوردم تهرون که تحویلم بده ابراهیم خان، که بشم سوگلیش. حالا مرگ نخوام، چی بخوام؟ خدا رحمتش باغ بی سر و تهه. گاهی وقتا آدمای خوبشو امتحان میکنه با عسر و حرج تا پاداششون بده. وقت بیگمون، سخته بی کسی به خدا. درد بی کسی رو خودا. Thank you.
رو پشت بونجات راحته؟ آره اینجوری اون بند خدا همون پایین راحت تره. آره نامحرمه، اینجوری دیگه لاقل معذب نیست. خدا هم سنگو به در بسته میزنه ها. نگو مادر که امتحان الهیه. حالا خوابیدین آپارتی؟ نگو اه. دلت میاد؟ دختر شلوغش خوبه. نه ترس از اون که های هوی داره، به ترس از اون که سر به تو داره. اتفاقا اینجور دخترها وقتی شوهر میکنن عبد و عبید مردشونن. چه دخلی به ما داره؟ فعلا که زابرامون کرده بعد جوری به چه نشکشی انداخت منو. تا خود امامزاده عبدالله میتو به کول کشیدم از کت و کول افتادم. قصال کورمال بود، شاگردش هم نبود، تعمیراتی هم تو پنگشو گذاشته پس سر من که چی؟ جورشو بکش. میت قسلش دادم، کفنش کردم، گذاشتمش تو گور. تیفوس نگیرم معجزه است. خب حالا مادر ثواب کردی خیرشو ببینی، ولی خب کاری رم که برای خدا بکنی پاسوز نداره. اما کاش نمازت هم به موقع میخوندی. به جون عزیز امروز اسب با اسقر مسجد بودی. میگم به جون عزیز، آخ فرجم شاهده. فردا میخوام برم آدرس این ابراهیم خانه آبدینی رو پیداش کنم و این ضعیفه رو تحویلش بدم بره. مگه خودت نگفتی این جلال سردابیه خیر ندیده جز آدم های ابراهیم خانه؟ میخوای بره رو ببری بدی دست گرگ؟ جلاله آدم ناتوییه، به فکر لفت و لیس خودشه. اینم گفته که بچه به ترسونه. مادر این گل محمدی امانته ها، گرچه خیالم راحته هرچی هم نداشته باشی امانت داری. خیال جزم و جفت عزیز، این جلال اینو گفته که پیزولا پالون ابراهیم خان بذاره. فردا میرم میپرسم اگه این ابراهیم خان آدم امانت داری بود که حتمنی هست، این دختره رو تحویلش میدم و خلاص. اصلا چه معنی داره نامحرم بیاد تو خونه زندگی ما؟ حالا چرا انقدر توپت پره؟ برو دعا کن که خدا به خاطر این گل محمدی هم که شده یه نظری به این خشت خرابه بندازه، برکتی بیاره. بعدم خونه ای که دختر داره هزار تا فرشته مأمور داره. عزیز پسر فرشته نگهبان نداره؟ چرا؟ داره، برای ننه پسره که دست پسره دغمرگ نشه. ای خدا مگه ما چی گفتی؟ دست درست عشقی، خوب زدی ناکارمون کردی. آخ بیا دیگه عشقی، کاشتی ما رو اینجا. یوسف با کشتن
یوسفتو کشتن. یا برفرز کشتن یوسف درو بکن. وای ببین چه جوری زدی پسرمو ناخار کردی. چی شده مادر؟ یا ببین ببین چی کار کردی عزیز. خاتون گیرت مردم و زنده شدم. نده ها چیه خودت در میاری؟ اومدم بابا اومدم. برو بکن برو بکن یوسف. ایران خانوم یوسف کجاست؟ ناگار شد تموم شد مرد. زبرتو گاز بگیر. یوسف سعی سالمه هیچیش هم نشده. باخه بد جوری نره میزن. میگم چیزیش نشده. ای بابا باز تو کله سهری پشت در خونه ای؟ خب چیکار کنی؟ با یوسف در بدر کاریم دیگه. باید بیان دنبالش. خب خیلی خب رفیقش که تو باشی دیگه احتیاج به نارفیق نداره. دست شما در نکنه ایران خانوم. کجا برم کارش دارم؟ الان نمیشه کارش. یوسف خوف نکن ما اینجاییم نترس. خیلی خب من بهش میگم. منتظرتم زود بیا بیرون. خیلی خوب خیلی خوب دستت هم درد نکنه. آقا یوسف یوسف درد یوسف و مرز روم سیاه. آقا یوسف شیطون رفت تو جلم. الهی دستم میشکست رو شما بلند نمی کردم. الهی شما که اینقدر خوب و مهربونی. چقدر دیرین گفتم باید برم به درک. آقا یوسف بابا یوسف مرد. یوسف غلط بکنه دیگه قدم خیلی برای کسی برداره. بسه دیگه. حالا انگار چی شده؟ من درد دارم. کلی بازی ها چیه خودت در میاری؟ خجالت بکش. نحق و نارم و ناکارش کردم. آره کلی بازی نیست. درد داره آقا یوسف. آره برم پکی باجی بیارم. نه بابا بایستا ببینم نمیخواد. بسه دیگه. خجالت بکش. بابا درد میکنه کمرمه. کمرت درد میکنه. آره از این چی کار میخواه بکنی نزنی ها؟ چی الان میخواه واقعا بابا بله کن دیگه. قربونت برم. الهی فدای اون دل نازکت بشم. الهی قربونت برم. خوشت میاد طفل معصومو اینجوری اذیتش کنی؟ من چه بابا اون زدی؟ بلاشو خجالت بکش. بلاشو با تو بیرون میدم. پاشو. آی دیگه چیه؟ حلالم میکنی؟ حلالتم میکنی. به خدا بگی. خدایا ما این ضعیفه را حلالش کردی. ضعیفه چیه اسمم بگی؟ وای خدایا ما این توبا خانوم را حلالش کردیم. تمومه؟ تمومه فعلا. اسخر بزنه برادر. خدا رو شکر زنده ای؟ مگه قرار بود بمیریم؟ دور از جون. آخه اون زجایی که تو میزدی با فکرت تو چطوره؟ دست شما درد نکنه. نزدیک بود ناکارمون کنی دیگه. حقت بود. آره حقم بود. خیلی نامردی کردی. اینجوری نری تو بازه. آقا یوسف آقا یوسف. بله اومده یه تخمه بگیریم تا عزیز با زردی تخمه و زردچوبه پهلوتونو ببنده. چه الهی دستم بشکنه. خدا نکنه. به تو چه؟ آرو خودمونیم ها. عجب زلزله یه برای این زد ناکارت کرد. راستیاتش دروغ چرا؟ آره خدا بهمون رحم کرد. میگم داستان چی امرو؟ بریم دنبال نشونی این ابراهیم خانا بدینی. باز چی؟ امانتشو تحویلش بدیم دیگه. مردم مرده چال میکنن از مرده ریگش تا شب سال شکمشون سیر میشه. ما چی گیرمون اومده؟ یه سرتقه آتیش پاره و یه کمردرد صاب مرده. لابد بله دیگه بدون مشتلق درست حسابی گیرمون میاد. اسقر جون اسقر بزن پر. داشت اسقر تو خاطر جمع بود. خیال تخت به تخت باشه.
من درستش میکنم. قربانت. یا علی. بابای ابراهیم خب از خوش کیابیایی داره، میدونی کیه؟ نه کیه؟ نون و نمکشو خوردی؟ نه بابا. این تم بمیره، دم پختن که دیر غروبی. جون عزیزه. عجب جونتی این جلو، جون به جونش کنن جنسش جلبه. تو سرداب پس افتاده دیگه. نگفتم داره بچه میترسونه؟ آدم خودشه، نه آدم ابراهیم خان. آخه کسی که نظری میده که چشمش به ناموس مردم و یه یابوی ریغماسی مردنی نیست که. دست درد نکنه. حالا ببینی که سوسهی براش بیا. نبودی ببینی چی میگفت از کبکب و دبدبش. من مطمئنم کم واسمون نمیذاره. جفشیش آوردیم جون یوسف. حالا نگاه کن چطور این جلال رو شیشترش کنم. با دختره میریم دیگه. نریم اول یه بازار گرمی بکنیم، یه مزن نبیا دستمون. نه بابا، زودتر جونمون رو خلاصش کنیم. هر طور شما بگی، بریم. عباس آقا بذار به حساب، ما رفتیم. خداحافظ عباس آقا. تو میبینیستم به حسابتون. بینویس. قربون دستت برم مادر، که بی زمادم شفاست. خدا نکنه، ایشالا زودتر خوب شین. زلیش با زبانی ناکار شدن پاتون. نگو مادر، نفرین نفرت میاره. اونم هرکی بود گشنه یه لغمندون بود. پیریه با هزار درد، نستخونام دیگه پر و پوک شدن. یا صاحب صبر. یعنی کیه؟ چه میدونم والا. تو بیرون نیا. میگم کیه؟ ای بابا، کیه؟ اگه لالی که درواز کردن نداره، چون من زبون لالبازی بلد نیستم. اگه زبون داری و حرف نمیزنی، خب حتما ریگ تو کفشته، بازم درواز کردن نداره. حالا اینقدر بکوب تا جونت درم. دور از جون شما، چایدم گلوم خارش گرفته. عرض واجبی دارم و الا خدمت نمیرسیدم. صدات که آشنا نیست، حتمی غریبی. تو این وانفسام نمیشه رو غریبه دروا کرد. کاری داری بگو برو. یه امانتیه به من گفتم بدم خدمت شما. من که طلبی از کسی ندارم. حالا چی هست؟ از کی هست؟ من نمیدونم مادر، فقط به من گفتن من این امانتی رو بدم خدمت شما. زحمت کشیدی، خدا خیرت بده. حالا که تا اینجا اومدی ببر بده مسجد، دست خادم مسجد، زور ازش میگیرم. اگه یه لایی در رو واکنی امانتی رو میدم خدمتتون. شرمندم، همونی که گفتم بسپارش مسجد. بهم گفتن فقط بدم دست شما. خجالت زدم مادر، چادر چار قدمو شستم، نمیتونم بدون روگیری بیام جلو. بسپارش به خادم مسجد، اون به من میرسونه. امینه. چقدر حرف میگی از آدم. واکنی داره صاحب مرده رو تا نکندمش از جا.